سرخط خبر ده. پاکسپاری قربانیان حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی با شعار ادامه راه علم آموزی. بازماندگان از ضعف حکومت در تامین امنیت شهروندان شاکیه. از امیزا فرارش مهاجرشی میجا بودن در کابل. در کابل پس از پشاوری نانبای کارم کرد باش بچه مزغربی بیچارگی برا به در مطب میکرد. جزئیات تازه از کشته شدن فرد شماره دوم القاعده. یار نزدیک بن لادن و ایمن و زواهری در افغانستان چی میکرد؟ سابق هم با هم ارتباط داشتن و حال هم ثبوتی نیست که با هم ارتباط نداشتن. ایستادگی در برابر روایت طالبان از دین با گرد همایی بزرگ عالمان دین در کابل. ادامه جنگ طالبان هیچ مشروعیت دینی ندارد. دین پستا دغه قتل چې خارجي کوی مون نووزی دغه قتل او قتال دغه داخلي جنگ نور هیڅ شرعي مبنا نه لري. برگشت حکمتیار از پاکستان با پیام حکومت موقت. رهبر حزب اسلامی حکومت موقت را تنها رای حل و پاکستان را طرفدار صلح میخواند. نو آیا پیوندی حکومت را توافق پرته بل به حال لار و بل بدیل شده یقینا چه نشده. به نام خدا به خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما. پیکر قربانیان حمله انتحاری دیروز بر یک مرکز آموزشی در قبرستان‌های غرب کابل به خاک سپرده شدند. خانواده ها و نزدیکان قربانیان این حمله با انتقاد از ضعف حکومت در تأمین امنیت شهروندان خواستار پایان خونریزی ها در کشور هستند. به گفته برخی منابع شمار مجموعی تلفات این حمله به 30 کشته و بیش از 70 زخمی رسیده است. مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل. با امید و دغدغه ساختن فردای بهتر کتاب و قلم برداشتند. صنف درسی تازه تمام شده. دانش آموزان یکی یکی خارج می شوند. بی خبر از آن که مهاجم انتحاری در کمینشان نشسته. لحظه ای که حدود 30 جوان و رویاهایشان پرپر می شود. ده ها دختر و پسر دانش آموز دیگر هم زخمی. تپه های غرب کابل پس از هر انفجار و انتحار گواه صحنه های این چنینی نیست. کندن همزمان چندین گور. بیشتر قربانیان رویداد دیروز را در تپه جانباختگان جنبش روشنایی و قبرستان های اطراف به خاک می سپارند. محمد هادی تازه صنف 12 را تمام کرده و آماده می شد تا سال آینده در آزمون سراسری کنکور شرکت کند. مرگ پسر قامت پدر را که در بیرون از کشور کارگری می کند خمیده. بچه ما گفت ما کامیاب شدیم که در دولت چیز کنیم خدمت کنیم در ملت و دولت. دیگه می که اون چیز ما رفت آمادگی ما رفت دیگه. این سال دیگه چی امتحان می داد. بستگان او از ادامه خشونت در کشور و ناتوانی حکومت در تأمین امنیت شهروندان خشمگینند. نمیفهمم که از چه قسم وجدان دارن اینا، هیچ وجدان دارن ندارن. اگر شخصی در وجود خود وجدان داشته باشه، بزرگترین قاضی بر یک شخص وجدانش است. حداقل یک مقداری تکان میخوره. این معاون اول چی گفت؟ دو سه روز پیش؟ خوین نتیجه شدیدیم. در گوشه دیگر کمی دورتر از اینجا امان الله و محمد حسین دو همسنفی را با دنیای از امید و آرزوهای برهم خورده به خاک می سپارند. پدر امان الله در یک نانوایی کار می کند و با مشقت پسرش را راهی آموزشگاه کرده بود تا در آینده باری از روی دوشش کم کند. از امیزا فرارش مهاجرشی می جمعون در کابل. در کابل پس از پشاوری نانبایی کارم کرد باش بچه مزغربی بیچارگی برا به در مطب می خوند. شاید یک جایی برسه، شاید رئیس دولت شه، شاید دکتر شه، شاید برادر انجینر شه. این در شاید هم بیچاره مسکینی نگه خوش در نانبایی. نونهالان و جوانانی که با عشق و علاقه سرشار، با قامت راست، با فکر آزاد می خواهد تحصیل کنه تا فردا مصدر خدمت در جامعه قرار بگیره.
هیچ منطق نداره که اونها را به خاک خون بکشانن. دانش آموزان بازمانده از این حمله اما میگویند که محکم تر از پیش به درس و مشقشان ادامه خواهند داد تا بدخواهانشان ناکام بمانند. پیام ما این هست که ما به نمایندگی از همه جوانای افغانستان این را عرض میکنم که ما راه این شهدا را ادامه میتیم و وقت پیروز میدان خودمان را میدانیم که افغانستان را بسازیم. غرب کابل در سالهای پسین گواه حمله های خونین متعددی بر مرکزهای آموزشی، بهداشتی و ورزشی بوده است. حکومت پس از هر حمله بر تأمین امنیت مردم و تلاش برای پیشگیری از تکرار آن وعده داده. از جمله وعده دو سال پیش رئیس جمهور غنی برای تبدیل کردن غرب کابل به ساحه سبز. غرب کابل اما همچنان سرخ و خونین مانده. اما مرکزهای آموزشی در افغانستان در بیشتر از 3 سال گذشته بارها مورد حمله های انتحاری و انفجاری قرار گرفتند. روز گذشته حمله کننده انتحاری خودش را در نزدیک مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل منفجر کرد. در این رویداد نزدیک به 30 نفر جان باخته و بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر این رویدادها را مصداق نسل کشی در افغانستان می داند و می گوید در بیشتر از 3 سال گذشته بیش از 400 نفر زخمی و کشته شدند. نرگس هورخش جزئیات می دهد. ناله و اشک این زن 70 ساله در اندوه جان باختن جوانان دانش آموز در اینجا مرکز آموزشی کوثر در غرب کابل. کوچه هرچند باریک اما پر رفت آمد و منتهی به مرکز آموزشی بود. مهاجم انتحاری همینجا پیش از رسیدن به مرکز آموزشی کوثر دانش مواد منفجرش را انفجار داد. این رویداد جان نزدیک به 30 نفر را گرفت و بیش از 70 نفر دیگر را زخمی کرد. یک روز گذشته و هنوز مردم محل سرگرم پاک کردن آثار حمله خونین شام گذشته اند. پس از گذشت چندین ساعت از حمله انتحاری در این مرکز آموزشی هنوز هم بقایای جسدها و زخمی ها باقی مانده، مثل اینجا که کتابچه های یادداشت دانش آموزا به خاک و خون کشیده شده یا هم کتاب های آموزشیشان و برخی از بوت و چپلی هایی که از این دانش آموزا بودن و جز اینا دیگه از اونا اثری باقی نمانده. پس از 3 سال تلاش هراس افغانا تانستند که این مرکز آموزشی را مورد هدفشان قرار بدهند. 3 سال پیش نیز هراس افغانان به این مرکز آموزشی حمله کردند اما به مقصد نرسیدند. اینا فقط اگه سادت هست خودشان بیعقل و بیسواد هست مورم اگه چرا درس میکنین هدف نمیستن. او مسلمان ها او کلان ها و رهبر ها ما قتل شدیم از خدا بترسیم. مرکزهای آموزشی در افغانستان نزدیک به 4 سال است به هدف اصلی هراس افغانان به ویژه داعش مبدل شده. حمله ها هم بزرگ و پرتلفات بودند. از جمله این حمله سال 2017 مرکز آموزشی تبیان 3 انفجار همزمان رخ داد. 41 دانش آموز جان باخت و بیشتر از 80 نفر دیگر زخمی. 1 سال بعدتر دانش آموزان در مرکز آموزشی موعود هدف گرفته شدند. رویدادی که ده‌ها جوان دانش آموز را به خاک و خون کشید. رویدادهایی که به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جنایت جنگی و مصداق نسل کشی در افغانستان است. در 3 مرکزی که تا به اکنون از این نوع رویدادها اتفاق افتاده به صورت سیستماتیک افراد هدف قرار داده شده یا مراکز آموزشی 403 غیر نظامی با تاسف در نتیجه یک چنین تاکتیک کشته و زخمی به ثبت رسیده که هر 3 رویداد در منطقه دشت برچی اتفاق افتاده. یک رویداد تروریستی بود که به دوام جنایات طالبان و همکارایشان علیه مردم افغانستان مراکز آموزشی و اماکن مقدس و کلینیک ها و هدف قرار دادن مردم عام انجام شد.
اینجا جانباختگان رویداد به خاک سپرده می شوند. در کنار کشته شدگان جنبش روشنایی. جنبشی که صدای عدالت و برابری و زندگی صلح‌آمیز بلند کرد. صلحی که برای شهروندان افغانستان همچنان یک رویاست. آقای محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. آقای اخلاقی سلام بر شما، بسیار خوش آمدین به برنامه. هدف قرار دادن علم و دانش، حمله بالای دانشجویان، بیانگر چی است آقای اخلاقی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما، خدمت بینندگان محترم برنامه تان و ضمن عرضی تسلیت برای خانواده هایی که در این شبها و روزها اینا داغدار شدن، بخصوص در اثر حادثه دیروز که در کرسی دانش کوثر اتفاق افتاد. این نوع رخدادها نشان دهنده امو طینت بد و طینت خبیث دشمنا هست که دشمنای مردم افغانستان، دشمنای صلح و ثبات در افغانستان به هیچ نوع ارزش های انسانی اینا پایبندی نداره. از قتل و کشتار و غارت و ناامنی و ترس و همه اینا به یک نوع لذت میبرند و متاسفانه در طول این چند دهه که همواره اینا دستش به خون مردم بیگناه آلوده شدن، اینا اما کاملا قساوت قلب شدید پیدا کردن و از این وضعیت اینا گوی خوشحال میشن و به یک نحو اینا نشاط پیدا میکنه. این برخورده ها نشان دهنده از است که متاسفانه تعداد کسایی که یا گروه ها و اخشاری که در افغانستان به دنبال ناامنی و به دنبال دهشت و وحشت هستند، برای از اینا صلح، امنیت، نظام، حقوق انسانی، حقوق شهروندی هیچ معنایی نداره و اینا خو گرفتن با امو قتل و کشتار و این نشان دهنده از امو خباثت طینت گروه های تروریستی است. ولی پرسش برانگیز است، این بار اول نیست که دانش آموزان در غرب کابل مورد حمله قرار می گیرن. چرا باید دانش آموزان را مورد حمله قرار بدن؟ در واقع با چه هدف چنین کار را می کنن و چه به دست آورده می تونن؟ ببینید، گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارن، اینا به هیچ چیزی اینا پایبندی نداره و یک توقفگاهی نداره. اینا درخت اینا قطع میکنه، مدرسه اینا خراب میکنه، مسجد اینا تخریب میکنه، کورس اینا تخریب میکنه و دانش آموز اینا هدف قرار میده، اطفال اینا هدف قرار میده، سرگار اینا خراب میکنه. این نشان دهنده از است که اینا کاملا مخالفی از امو مظاهری تمدنی هست. امروز جوامع دیگر به دنبال رشد و ترقی از امو تمدن و فرهنگ و زندگیشان است، اما در افغانستان متاسفانه گروه های تروریستی به هیچ چیز پایبندی نداره. وقتی یک مرکز علمی و آموزشی که در اونجا هم کسانی درس میخوانند که اینا سنفی مثلا از سنف 5 و 6 تا سنف 12 هست، معمولا همین قشری از جوانها هستند، خب اینا به هیچ چیز هنوز خونه گرفتن، نه اینا سیاسی هستند، نه اینا نظامی هستند، نه اینا به کدام در واقع تشکیلاتی فعالیت دارن وابسته هستند. اینا کسانی هستند که هنوز فکرش به این چیزا هیچ در واقع مشغول نیست و به دنبال از امو تحصیل هست. وقتی این هدف قرار میگیره، این نهایت امو پست فطرتی از این انسانها را، نهایت از امو خباثت از اینها را نشان میده. یعنی این چنین عملات را شما مصداق نسل کشی میدانید؟ قطعا این نوع قتل و کشتار در واقع اونمو مصداق نقض حقوق بشر و مصداق نسل کشی هست و دادخواهی های هم صورت گرفته است که باید مجامع و نهادهای بین المللی مربوطه این نوع برخوردها و این نوع قتل و کشتارها را باید
ثبت بکنه در جمله از امون نسل کشی و در جمله در واقع عملهای ضد بشری. درست آقای اخلاقی، ولی ما چرا بار بار از یک نقطه باید آسیب ببینیم؟ یاد کردم بار اول نیست. شما میدونید که در سال 97 مرکز آموزشی موعود هدف قرار گرفت که در نتیجه از او 48 دانش آموز کشته شدند و 67 تن دیگر زخمی شدند. در کنارش 3 سال پیش همین کورس هدف قرار گرفت. چرا باید از یک نقطه چندین بار آسیب ببینیم؟ خب ببینید، متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در افغانستان داریم و این شاهد افزایش ناامنی و شاهد حملات تروریستی در همچه مراکزی هستیم برمیگرده به امو ضعف نهادهای کشفی ما. این نهادهای کشفی باید در همچه موارد بسیار فعال باشد. اینا وقتی که یک دشمن به راحتی در یک ساحه‌ای که کاملا در اونجا امنیت هست، در اونجا مرکزی یا ساحه جنگی نیست، حوزه های امنیتی هست، حوزه های پلیس هست، پسته های امنیتی هست و خینا به راحتی میآیند. قطعا خوب از بیرون شهر می از یک جای دیگه می با امو صندوق با در واقع چی انتحاری که با خود داره، واسکت انتحاری یا هر محموله دیگه ای که داره، وقتی اینا به راحتی خود در اینجا میرسانه، این نشان دهنده عزیز که متاسفانه نهادهای کشفی ما در این قسمت ضعیف عمل میکنه و باید مترصد باشه و نگذاره که دشمن به این سادگی بیه در قلب پایتخت، در یک جایی که در اونجا امنیت هست، در اونجا چندین مرکز و پسته های امنیتی و پلیسی هست، به این راحتی بیه من در اینجا خود بیرسانه و خود انفجار بده یا مواد انفجاری رو در اونجا جاسازی بکنه. این برمیگرده به امو ضعف نیروهای کشفی ما متاسفانه. ولی اینم پرسش برانگیز است که چگونه یک مهاجم خود را تا قلب هدفش میرسانه و منفجر میسازه خود را و جدا از خودش بیشتر از 100 نفر دیگر را کشته و زخمی میسازه. دست طالبان را چقدر دخیل میبینین در این عمله؟ هرچند رد کردن دستشان. خب هرچند که در این ارتباط یک اطلاعیه حالا چقدر واقعی است یا به احتمال زیاد جعلی باشه از طرف داعش بیرون داده شده است، ولی واقعیتی است که امروز اکثر نقاط افغانستان عملیات های تروریستی و انفجاری هست. ما میتونیم بگیم در همه از اینا داعش نقش داره؟ قطعا چنین نخواهد بود. به احتمال زیاد طالبا متاسفانه در قالب یا در نقاب داعش میخواد که خود تبرئه بکنه. قطعا دست طالبا در همچی حملات و در همچی انفجارها دخیل هست و وقتی یک همچی اطلاعیه به نام داعش بیرون داده میشه، قطعا از اینا از آدرس واقعیش از آدرس طالب هست و به یک نحوی میخواد که در برابر اذهان عمومی تبرئه شوه، لذا دست به چنین اطلاعیه های جعلی میزنه. ولی مردم افغانستان هم میدانه، نیروهای امنیتی ما، کشفی ما هم ایرا مطرح کردن که نه، کار طالبان هست و داعش در همچی ساحات اینا به او حد سازماندهی نداره که بتونه چنین عملیات های انفجاری را انجام بده. بله آقای اخلاقی، معاون دوم ریاست جمهوری هم یاد کردن که کار طالبان است، ولی ما انتظار داشتیم، مردم افغانستان در واقع انتظار داشتن که پس از توافقنامه 29 فوریه میان امریکا و طالبان حداقل شاهد چنین حملات نباشیم. اگر واقعا چنانچه که شما یاد کردین کار طالبان باشه، پس صلح با طالبان یا تلاش برای اینکه با طالبان صلح صورت بگیره به چه معناست؟ خب ایره مردم افغانستان هم میدونه با توجه به تجربیاتی که ما از گذشته داریم و با توجه به این مذاکرات 5 هفته‌ای که هنوز روی طرز العمل و کدام نتیجه نرسیدن، دو طرف کاملا ای حاکی از این است که طالبان متاسفانه ذهنیت و آمادگی ذهنی برای صلح و ثبات در افغانستان ندارند. اینا اما مفکوره ها و اندیشه های بنیادگرایانه ایشان هنوز تغییر نکرده، اینا هنوز خواب امارت را میبینه و به می خاطر هم هست که
متاسفانه گفتگوهایی که در دوحه جریان دارد، این گفتگوها به نتیجه نرسیده و احتمال از اینکه به نتیجه نرسه هم وجود دارد. طالبا میخواهد که از طریق زور و از طریق فشار و از طریق قتل و کشتار اما حاکمیت را یا به عبارت دیگر امارت اسلامی را به دست بگیره و زنده بکنه و فکر نکنیم که این رویای طالبا تحقق پیدا بکنه و در چنین شرایط اونا بخواهد در افغانستان یک امارت اسلامی را که در اونجا قدرت فقط به دست یک نفر باشه و صاحب تمام مردم یک نفر باشه به نام امیرالمومنین، شرایط سیاسی و فرهنگی اجتماعی افغانستان چنین اجازه ای را نخواهد. سپاسمند حضورتان آقای اخلاقی. ابو محسن المصری، فرد شماره دوم القاعده که شب گذشته در ولایت غزنی کشته شد، یکی از جانشینان احتمالی ایمن الزواهری، رهبر فعلی این شبکه شمرده می شد. او همچنین به اتهام توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی و پشتیبانی مالی از یک سازمان حراس افغان خارجی در فهرست تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا یا FBI قرار داشت. شبکه القاعده تا کنون در مورد کشته شدن این شخص در افغانستان چیز نگفته است. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، میگوید که کشته شدن این عضو کلیدی القاعده در افغانستان بیانگر رابطه نزدیک طالبان با گروه های حراس افغان است. شکیب مولوی زاده. ریاست عمومی امنیت ملی کشور شام روز گذشته از کشته شدن فرد شماره دوی شبکه القاعده در یک عملیات ویژه در ولایت غزنی خبر داد. ابو محسن المصری که به گفته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در ولسوالی اندر پنهان شده بود. در این عملیات یک همکار المصری که گفته می شود شخص رابط بین او و گروه طالبان بوده توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است. سرپرست وزارت امور داخله کشته شدن این فرد از سوی نیروهای امنیت ملی را بیانگر نزدیکی طالبان با این گروه و فعالیت مشترکشان می‌خواند. کشته شدن یکی از اعضای کلیدی و مهم القاعده توسط ریاست امنیت ملی بیانگر رابطه نزدیک طالبان با گروه‌های تروریستی در افغانستان و فعالیت و اقدامات تروریستی مشترک آنان در برابر حکومت و مردم افغانستان است. این رابطه همچنان پابرجاست و طالبان به طرف‌های مختلف در این مورد دروغ می‌گویند. در فهرست پلیس فدرال آمریکا نیز قرار داشت. ایالات متحده آمریکا او را به دلیل حمایت مالی از یک سازمان تروریستی خارجی و توطئه برای کشتن شهروندان آمریکا تحت تعقیب قرار داده بود. بر بنیاد خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی، حسام عبدالرؤوف مشهور به ابو محسن المصری، یکی از رهبران ارشد القاعده بوده که تا سال 2015 مسئولیت تبلیغات القاعده را بر عهده داشته است. سال 2014 عضویت شورای مرکزی این گروه را به دست آورده و رابطه نزدیکی با عبدالله عزام، اسامه بن لادن و ایمن الزواهری داشته است. در خبرنامه همچنان از او به عنوان یکی از فرماندهان یاد شده که آگاهی کامل از حمله های 11 سپتامبر در آمریکا داشته است. رئیس مرکز ملی مبارزه با حراس افغانی آمریکا با تایید کشته شدن او از بین رفتنش را ضربه محکمی به شبکه القاعده دانسته است. آگاهان نظامی به این باورند که حضور و فعالیت القاعده در افغانستان وابسته به پشتیبانی و همکاری گروه‌های بومی مانند طالبان با این گروه است. گروه‌های بزرگ چون طالبان و امثال طالبان از اینها در افغانستان کشته شدن رهبرشان یا زنده ماندنشان هیچ تأثیری بر فعالیت اینها ندارد. فقط حمایت داخلی و حمایت گروه‌های بومی اونا را در حقیقت زنده نگاه می‌کند. با مجردی که حمایت گروه های بومی از القاعده قطع شود، القاعده شبکه در افغانستان فلج میشه. سوال در اینجا پیدا میشه که مصری در غزنی چه میکنه؟ اگر طالب ها بستر ناامنی را که در افغانستان فراهم کردن، پس ای تسهیل میکنه آمدن و حضور تروریستان بین‌المللی را در افغانستان. قطع رابطه طالبان با شبکه القاعده یکی از تعهدات مهم در توافقنامه صلح این گروه با آمریکا است که در اواخر سال خورشیدی گذشته امضا شد. قبلا تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت گفته بود که رهبران ارشد القاعده و صدها جنگجوی این گروه هنوز در افغانستان فعالیت دارند. آقای محمد داوود قیومی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات صلح از کانادا، برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای قیومی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
با توجه به اینکه فرد دوم القاعده در غزنی حضور می داشته باشد و بعد توسط نیروهای امنیت ملی کشته می شود، سطح نفوذ القاعده در افغانستان را تا چه اندازه می بینین؟ به نام خداوند، سلام خدمت شما و همه بیننده‌های بسیار عزیز. اجازه بدید قبل از اینکه به سوال شما پاسخ مشخص را بکنم، یک موضوع را میخواستم یادآور شوم. فقط یک هفته قبل یک گزارشی تحقیقی در مجله فارن افیرز، از مجله های بسیار معتبر است در زمینه سیاست خارجی و بحث صلح مسائل جنگ، گزارش منتشر شده به صورت عمومی نشان میده که بعد از سال 2001 حدوداً در 19 سال گذشته عمدتاً جنگی را که امریکایی‌ها در برابر نیروهای افراطی آغاز کردند، هم در افغانستان هم در عراق، در اینجا بررسی شده که نتایج جنگ چی است، چقدر این گروه ها منزوی شدن و چقدر این گروه ها مثلا هنوز فعالیت میکنن، آیا این جنگ تانسته که گروه افراطی را کاملا شکست بده یا هنوز فعال هستن. در مجموع نتایج این گزارش و این تحقیق نشان میده که نه تنها گروه افراطی مثل القاعده، مثل طالبان و در عین زمان داعش فعالیتشان محدود نشده، بلکه 4 برابر تعدادشان بیشتر شده و حضور فعال دارن. به این اساس من تصور میکنم که هنوز رابطه بسیار سیستماتیک بین القاعده و طالبان وجود داره و این بسیار نگران کننده است، در حالی که به اساس یکی از ماده هایی که در موافقتنامه صلح بین طالبان و امریکا ذکر شده، این موضوع تاکید شده که طالبان باید رابطه شان با القاعده نه تنها محدود بلکه قطع بسازه. در اون مورد آقای قیومی من از شما پرسش های مشخص دارم، ولی این که فرد دوم القاعده در غزنی کشته میشه، فردی که در فهرست پلیس فدرال امریکا قرار داره، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده در شبه قاره هند، چه تاثیر روی فعالیت های القاعده در افغانستان خواهد گذاشت؟ خب معنای این موضوع ایست که در حالی که فرد دومی القاعده در افغانستان کشته میشه، خب نشان میده که رابطه بسیار تنگاتنگ بین طالبا و بین القاعده وجود داره. هنوز شبکه القاعده در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان فعال است، هنوز رابطه بسیار نزدیک بین طالبا و بین القاعده وجود داره. ای باور می است که کشته شدن فرد دوم القاعده در افغانستان یک بار دیگر تعهدات طالبان را نسبت به ای که اونا با القاعده رابطه ندارند زیر سوال قرار می‌ده و ای به صورت مستقیم روی موافقتنامه طالبان، جدا از اینکه به پروسه صلح تاثیر منفی داره، مستقیم بر روی موافقتنامه طالبان آمریکا تاثیرات منفی را ممکن است که داشته باشه. درست آقای قیومی، 11 دلو سال 98 سازمان ملل گفت که رابطه القاعده با طالب آنچه که شما یاد کردین قطع نشده. پنتاگون هم اخیراً گفته بود که رابطه همچنان پا بر جاست. فکر میکنین که قطع نشدن رابطه القاعده با طالب در شرایطی که در توافقنامه دوحه یکی از شرطهایش قطع شدن رابطه دو گروه بود، به معنای چی بوده میتوند؟ دوام این رابطه به معنای چیست؟ خب چنانچه که دیده میشه در مذاکره صلح چندان پیشرفتی شکل نگرفته، هنوز خشونت در افغانستان متاسفانه بیشتر شده، نگرانی های زیادی را در جامعه افغانستان و تا در جامعه بین‌المللی به وجود آورده که از یک طرف خشونت در میدان جنگ، از یک طرف بحث مذاکره صلح نشان بده که طالبان هنوز هم دیدگاه سیاسی یا دیدگاه جنگیشان نسبت به افغانستان تغییر نکرده و یک تناقض آشکار است. وقتی که طالبان باور به صلح دارند، به این باور رسیدن که جنگ رای حل نیست، بنابراین انتظار می‌رفت که خشونت در میدان جنگ نه تنها کاهش بلکه متوقف میشد. به این اساس دیده میشه که طالبها بیشتر به دنبال ای هستند که زمان بخرند
و به این باور هستند که با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان ممکن است شرایطی به طالبان برابر شود و در هماهنگی با القاعده. با توجه به اینکه فرد دوم القاعده در افغانستان کشته میشه، معناش این است که رابطه وجود داره. اینا دوباره روی برنامه نظامی که دارن روی کار بکنن و تلاش بکنن که از طریق نظامی به اهدافشان برسن. اما طالبان من تصور میکنم که به یک نکته باید توجه داشته باشند که بحث خروج نیروهای آمریکا، بحث تغییر در بحث پروسه صلح، همگی بستگی داره به تعهد طالبان. تا زمانی که خشونت و جنگ رابطه طالبان با القاعده و تصور میکنم که وجود داشته باشه، ممکن است بحث خروج آمریکایی‌ها مطرح نشوه و دوباره سناریوی جنگ ادامه خواهد داشت. ولی حالا پرسش که مطرح میشه آقای قیومی، دوام رابطه دو طرف یعنی القاعده و طالب چقدر خطرناک روی روند صلح افغانستان بوده میتاند؟ یک. و موضوع دوم این که توافقنامه دوها ظاهراً این رابطه را قطع کرده نتانست، نیاز به چی است تا رابطه دو گروه قطع شود؟ خب در بحث رابطه دو گروه بدون شک از یک طرف در چارچوب موافقتنامه آمریکا و طالبان تاکید شده، نیاز به این است که با توجه به تعهدات را که طالبان به آمریکایی‌ها داشت، دوباره ممکن است که این بحث بین دو طرف مطرح شود. در صورتی که طالبان عملا نشان ندهند که هیچ گونه رابطه با القاعده ندارند، ممکن است توافقنامه به آمریکا با طالبان چندان اهمیتی نداشته باشه. بعد از این موضوع دوم رابطه میگیره بحث پروسه صلح. اگر طالبان، قبلا هم اشاره کردم، دیدگاهشان تغییر نکنه، ممکن است که پروسه صلح به شکست مواجه شود. و چیزی که فعلا مهم است بحث تلاشایی که از طرف شورای عالی مصالحه افغانستان و حکومت افغانستان در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای صورت میگیره. در صورتی که کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان و ایران و روسیه بتانند طالبان را متقاعد بسازند که دست از همکاری با القاعده برداره و حاضر شود که خشونت ها را در افغانستان متوقف بسازد تا اینکه پروسه صلح به موفقیت برسه. درست آقای قیومی، اگر این تلاش هایی که شما یاد کردیم کنار بگذاریم، آمریکا در سال 2001 وارد افغانستان شد به هدف اینکه مبارزه بکنه با طالب و القاعده. حالا چقدر در امر مبارزه با القاعده موفق بوده؟ پیشتر هم اشاره کردم برآورد خود آمریکا یا قبلا از مجله فارن افرس یادآور شده، نشان میده که موفقیت چندان ندارن، نه تنها در برابر القاعده، در برابر داعش، طالبان، این گروه ها فعالیت هاشون بیشتر شده. و از همه مهمتر یک گزارش دیگری که البته بازم در مجله فارن افرس نشر شده، نشان میده که از نظر ایدئولوژیک، از نظر طرز فکر، بین تمام گروه های افراطی مثل طالب، القاعده و داعش رابطه بسیار نزدیک وجود داره. اینا روی ارزش های مشترک فعالیت دارن، روی اهداف مشترک فعالیت میکنن، اما مکان های مختلف. طالبا در افغانستان متمرکز هستن، داعش در سوریه و عراق متمرکز است، القاعده هم در مناطق مختلف، در یمن، در افغانستان، در پاکستان، اما از نظر ایدئولوژیک اینا با هم اهداف مشترک دارن. به این اساس امریکایی‌ها چندان موفقیتی را در این مبارزه عمدتاً 19 ساله‌ای که در برابر گروه افراطی داشتن نداشتن و ممکن است که نسبت به روش مبارزه تایید نظر صورت بگیره. بسیار تشکر از شما آقای محمد داوود قیومی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات صلح که از کانادا با ما بودین. تا لحظات دیگر. ادعای فساد در بودجه کرونا در ولایت هرات. افزایش میزان ترانزیت کالا میان افغانستان و ایران. طالبان و حکومت نباید به خاطر قدرت و منفعت‌های شخصی خون شهروندان کشور را بریزند. 2500 عالم دین در نشست زیر نام پشتیبانی عالمان دین از روند سال در کابل می‌گویند هیچ بهانه برای ادامه جنگ در کشور وجود ندارد و دو طرف باید جنگ را متوقف کنند. آنان تاکید میکنند که جنگ کنونی در کشور هیچ گونه مشروعیت دینی ندارد و زنان و کودکان بی‌دفاع زیر چتر اسلام هر روز قربانی میشوند.
امان فرهنگ جزئیات می دهد. جنگ کنونی در کشور همه را به سطوح آوردن. این عالمان دین از سراسر افغانستان اینجا به کابل گرد آمدند و در پیوند به جنگ و صلح افغانستان موقف گیری می کنند. شمارشان به 2500 تن می رسد. می گویند در این جنگ هر روز کودکان یتیم و مادران بی فرزند می شوند، هیچ گونه مشروعیت دینی ندارد، زیرا جنگ حکومت و طالبان بین دو طرف افغان و مسلمان است. هر دو طرف قضیه بر خون ملت استوار حرکت میکنین. بیاین با قرآن و سنت تسلیم شوین. بیاین با کتاب الله و سنت رسول الله تمکین کنین. این نزاع به دست هیچ طاغوت و پایان پیدا نمیکنه. تأکید میکنند که دو طرف نباید به خاطر منفعت‌های شخصی و رسیدن به قدرت به جنگ ادامه دهند. از سوی میگویند مردم افغانستان نباید به خاطر اختلاف تعبیرهای اجتهادی و سلیقه‌ای کشته شوند. چوکه به خاطر باندې د سلیقوی تعبیرو به خاطر باندې په اجتهادی مسائلو کې د افغانستان د ولس وینه حرام ده چې توی شي. دا باید توی نشي. مذاکره ته شکل کې نه سو بیا به جګړه نه کوو. دواړه دې په یو میز تر ناستی باید چې د الله دی رضا په خاطر، د افغانستان د مظلوم ولس په خاطر، د افغانستان د فقیر ولس په خاطر سره د خپلو شخصي ګټو د خپلو شخصي منافعو تیر شي، د افغانستان د مظلوم ولس په درد باندې درمن شي. به باور اینان حلقه هایی از جنگ افغانستان سود می برند و در پی تخریب روند صلحند. می گویند فرصت کنونی را نباید از دست داد، زیرا تنها راه ختم جنگ صلح است. بیایید به اسلام ارج بگذاریم. بیاییم از اسلام چهره واقعیش را نشان بدهیم. تا کی از ما به عنوان مسلمان و عمامه و ریش دنیا بیاید چهره های متنفر در دنیا پخش کند؟ دینه پستا دغه قتل چې خارجي قوای مون نووزی، دغه قتل او قتال، دغه داخلي جنگ نور هیڅ شرعي مبنا نه لري. تاسو یاد لري چې یو کال وروسته به داسې خبرې واوري چې مونږ او تاسو په خجالت کیو. عالمان دین در حال بر ختم جنگ و تسریع روند صلح تاکید دارند که گفتگوهای صلح در دوحه همچنان متوقف است. در کنار این حمله و نبردهای طالبان شدت گرفته و روزانه ده ها قربانی از غیر نظامیان و نظامیان میگیرند. این عالمان دینی میگویند طرف هیچ گروهی قرار نخواهند گرفت، اما حاضرند میان دو طرف میانجیگری کنند تا هیچ افغان دیگر کشته نشوند. آقای سالم حسنی، عالم دین و مشاور ریاست جمهوری، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. آقای حسنی سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه. آقای حسنی، ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان دلیل شرعی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و به همه بینندگان بزرگوار و عرض تسلیت به مناسبت شهادت عده زیادی از هموطنان ما و شما که در هلمند، در غور، در تخار و در کابل و در دیگر جاهای وطنی عزیز ما شما به خاک خون افتادن. واقعا روزهای دردناک را سپری میکنیم و این مصیبت ها هر کدامش برای ما و شما و برای هر انسان آزادی سرزمین دردناک است، از نیمروز گرفته تا هلمند و تا غور و تا جلیز و تا جاهای دیگه تا همین دیشب در کابل متاسفانه حادثه‌ای که اتفاق افتاد. ببینید، اگر از لحاظ دینی حساب بکنیم، دین مبین اسلام تمام تلاشش بر بحث حیات و زندگی مسالمت آمیز است و خود اسلام و خود سلام به معنای صلح و سلام و زندگی مسالمت آمیز است و از نگاه دین اسلام کشتن یک انسان بدون گناه و بدون موجب شرعی ثابت شده، نه صرف گمان و ظن، کشتن یک انسان بدون موجب شرعی ثابت شده بعد از شرک به خداوند بزرگترین گناه است. قرآن کریم می فرماید که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که یک انسان را بدون، میگه نفسا بغیر نفس، یک نفسی را بدون
که در برابر یک نفسی باشه یا بدونی که یک جرمی شریر مرتکب شده باشه، جرمی که موجب قتل باشه. من قتل نفسا بغیر نفس فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، مثل اینی که همه انسان‌های روی زمین را کشته باشه. یا در آیه دیگری می‌فرماید که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه و الى آخر. خداوند متعال می‌فرماید که کسی که مؤمن را متعمدا بکشه و قصد بکنه و عمد بکنه که یعنی انسان را بکشه و او را به قتل برسانه، خداوند متعال او را به اشد مجازات محکوم میکنه و خداوند متعال او را مستوجب آتش جهنم میدانه. و همچنین در روایاتی که ما داریم نسبت به بحث حرمت خون مسلمان، عصمت خون مسلمان، عصمت خون حتی کافری که در میان مسلمانان به صلح و سلامتی زندگی میکنه، ما آیات و روایاتی داریم که همه خون و جان و مال و آبروی انسانی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه و او جرمی را مرتکب نمیشه محفوظه و همگی موظف است که به خون او احترام داشته باشه، به مالش احترام داشته باشه. ما به صورت مشخص اگر بخوایم به سوال شما بگویم، اینه که نخیر، قتل و کشتار در سرزمین امروزی افغانستان به هیچ عنوان جواز نداره، هم به فتوای علمای جهان اسلام که سالها این فتوا داده شده و هم به صراحت امروز جمع کثیر از علمایی که در تالار لویجرگه به صورت خود جوش جمع شده بودند و علما در اونجا فریادهای خود بلند کردند و همگی یک صدا این حرف زدند که قتل و کشتار در شرایط امروزی افغانستان به هیچ عنوان از لحاظ شرعی روا نیست. بله، قبلا ما میدونستیم آقای حسنی که طالبان توجیه میکردند، میگفتند که جنگ ما جهاد است علیه بیگانه ها. حالا امریکا میگه که ما بیرون میشم از افغانستان، پس حالا با چی بهانه طالب میجنگه؟ طالب ها اولا که از لحاظ حقوق بین الملل و مسائل سیاسی اگر ما بخوایم بررسی کنیم، حتی مسائل شرعی، جنگ اینا علیه حتی آمریکایی ها در داخل افغانستان جنگی نبود که او را نامش بگذاریم جهاد، به خاطر که جهاد فقط در دارالکفر مجاز است و افغانستان هیچ وقت دارالکفر نبوده و جهاد که اینا اعلان کردن جهاد نبود. و پس از اینی که اینا با آمریکایی ها موافقتنامه صلح امضا کردن، این بهانه هم از دستشون گرفته شده و فعلا به صراحت علمای جهان اسلام که جناب شیخ احمد رسیونی رئیس اتحادیه علمای اسلام بیان میکنه که این قتل و کشتار را در شرایط فعلی نه تنها نمیتونیم جهاد بنامیم، به هیچ عنوان جهاد نیست، بلکه این فقط و فقط جرم است و جنایت است و هیچ خلاف نصوص قرآن درست است، یقیناً و حرام است. جرم، جنایت و حرام. مردم میپرسند که حکومت افغانستان چرا با یک گروهی که خلاف نصوص قرآن عمل میکنه کار حرام انجام میده، در واقع میآیند فجار میکنه، انتحار میکنه، افراد بیگناه را میکشد، چرا بسته های از پیشنهادی صلح را برش پیشنهاد میکنه و میخواهد با چنین گروه صلح بکنه؟ ببینین، یک بحثی است که آیا طالب ها کارش خوب است یا خراب است. این را همه وجدان های بشری میفهمند که کار طالب ها نه تنها توجیه اسلامی نداره که توجیه هیچ مکتب بشری نداره. اما بحث دیگرش اینه که ما فعلا در یک جنگ خوناشام آغشته ایم و روز به روز چه از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان، چه از طرف طالب ها که سربازای از اونها هم بالاخره از بین مردم افغانستان فریب داده میشه و به سنگرها فرستاده میشه، از اونها هم کشته میشه، این طرف نیروهای امنیتی ما هم شهید میشه، این طرف بر اثر جنگ های کوری که صورت میگیره افراد ملکی که شهید میشه. شما ببینید در هلمند افراد ملکی هم شهید شدن هم آواره شدن، در غور دیدی که افراد ملکی هم شهید شدن هم بی خانه شدن و اینا، در ری میدان در جلریز دیدیم که تعداد 10-11 نفر از افراد ملکی به خاطر برخورد با مینی کنار جاده شهید شدن. یا مثلا در تخار جاهای دیگه‌ای که ما میبینیم، همین دیشب در دشت برچی کرس کوثر دانش را مورد حمله قرار دادن، نزدیک به 30 نفر از جوانان علمجو و دانشجوی این مملکت به شهادت رسید و نزدیک به 70 نفر هم زخمی. خب اینا مسائل است که واقعیت‌های افغانستان
دولت افغانستان میگه که ما با اینمی گروه خوناشام نمیخواهیم که از سر منازعه و جنگ کازی قضیه پیش به خاطر که جنگ راه حل نداره و باید این با حکم قرآن و با حکم سنت اسلامی باید به صلح بیانجامه و چون او طرف هم مسلمانه درست است که ما اونا رو اعمال زشت انجام میتن اما هیچ کسی اونا رو تکفیر نمیکنه کافر نمیدانه من جمله تکمیل شد کسی اونا رو کافر نمیدانه مسلمانه از طرف از اونا هم کشته میشه مسلمان از طرف ما هم شهید میشه مسلمانه مردم ملکی هم شهید میشه مسلمانه به خاطر جلوگیری از قتل مسلمانان به خاطر جلوگیری از قتل انسانها حکومت افغانستان حاضر است که بخشی از ادعای از اونا رو بپذیره و اونها را بیاره سر میز مذاکره و انعطاف های را هم نشان بده تا اینی که بحث خون در پیشترم عرض کردم که بحث خون ریزی قطع شود در اسلام چیزی که بسیار مهمه عرض کردم پیشتر که بعد از وحدانیت خداوند حرمت خون انسان بسیار اهمیت داره از اینجا میدونیم که این طرف هم الله اکبر میگه او طرف هم الله اکبر میگه طالب رم از خود قرائت داره از دین حکومت افغانستان هم همچنین یک قرائت خاص خود را از دین داره چی گونه میشه به قرائت رسمی و اصلی که اعتدال را آنچه که اسلام در بر میگیره دست پیدا بکنیم تا دو طرف راضی شوند بالاخره به یک توافق دست پیدا بکنند و این خونریزی جدا متوقف شود در این خصوص الحمدلله تا حدود راه روشن اگر عمل شود ببینین اکثریت مردم افغانستان اکثریت قاطع قریبی به اتفاق مردم افغانستان مسلمان بعد از این اکثریت مسلمان اکثریت قاطع پیرو فقه حنفی است و در حدود 20 الی 25 یا 30 درصد هم پیرو مذهب اهل پیرو مذهب جعفریه هر دو مذهب در شرایط فعلی اینمی جنگ داخل افغانستان حرام میدونه هم به فقه جعفری حرامه هم به فقه حنفی حرامه هم فقهای حنفی را جهاد نمیدونه هم فقهای جعفری را ما بحث بسیار واضح است در اینجا ما اختلاف مذهبی نداریم که طالب ها بگه ما چون پیروی اون مذهب هستیم میجنگیم ایران بگه نه چون ما پیروی این مذهب هستیم نه اتفاقا ما همون گونه که پیروی دین اسلام به عنوان دین واحد هستیم در داخل افغانستان هم پیروی مذاهبی هستیم که هر دو مذهب جنگ فعلی را حرام میدانه و این جنگ به هیچ عنوان مجاز و مشروع نمیدانه بنابراین بحث مشکل ما فعلا قرائت های متفاوت یا مذاهب مختلف از اسلام نیست بحث اینجاست بحث سیاسی است طالب ها پوشش شریعت را مطرح میکنه اما تمام اهداف از اونا اهداف سیاسیه شما مثلا نمونش همیه که در میز مذاکره وقتی گفته میشه که نه بیانیه کابل نه موافقتنامه دوحه بیاین بر اساس کتاب الله و سنت رسول الله بر اساس همه مذاکرات پیش میبریم باز اونا میگه که نه خیر ما این را قبول درسته کتاب و سنت باشه اما او موافقتنامه دوحه باشه یعنی به عنوان بدیل را قبول نداره به عنوان او را به عنوان حاکم میگه این باشه ما از این نمیگذاریم حالا قرآن و سنت هم پس از او برای ما بر حالی که آیات قرآن آیات سری قرآن است که و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول یعنی میخواین بگین که طالب از اسلام به عنوان ابزار استفاده میکنه دقیقاً یعنی شما ببینید از ابتدا هم زمانی که طالب ها آمدن گفتن ما میخواهیم که امارت اسلامی تشکیل بدیم شریعت خدا را در زمین خدا پیاده کنیم اینا در سایه شریعت چه ظلم هایی بر مسلمانان نکردن مثلا آیا قطع تاکستان های شمالی در کجای شریعت بود قتل عام یکاولنگ در کجای شریعت بود قتل عام مزار در کجای شریعت بود قتل عام هایی که در تخار و کجا این انجام دادن در کجای شریعت بود بحثی که بیا مردم به زور سرش نماز بخونن کجای شریعت بود طالب ها از اسلام به عنوان یک ابزار و به عنوان یک وسیله استفاده میکنن برای تعقیب اهداف سیاسی نه تنها خودشان بلکه در حقیقت خودشان هم به چیزی نمیرسن در حقیقت به دنبال اهداف سیاسی استخبارات منطقه است سپاسمند حضورتان آقای حسنی رهبر حزب اسلامی حکومت موقت را یگانه راه حل و پایان جنگ در افغانستان میداند گلبدین حکمتیار میگوید که طالبان حکومت کنونی را نمیخواهند و حکومت موقت میتواند یگانه راه حل برای افغانستان باشد. یگانه راه حل منازعه و پایان جنگ در افغانستان روی کار آمدن یک حکومت موقت است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید طالبان نظام فعلی جمهوریت را نمیپذیرند و بر روی کار آمدن یک حکومت موقت تکیه دارند. کابل حکومت و طالبان ترمن په دوه کې مذاکرات او په ارتباط صرف دوه موضوعات په اجنډا کې شامل وي.
یو د اوسنی حکومت نه اقتدار یو نوی حکومت ته انتقال و دوهم قربان دا ځکه چې طالبان اوسنی حکومت نه مني او دا لوری د طالبانو امارت اسلامي حکومت نه مني. رهبر حزب اسلامی همچنین کشته شدن 40 تبعه پاکستانی را در جنگ هلمند رد می کند و تاکید دارد که پاکستان به او اطمینان داده است که در روند صلح افغانستان صادقانه کار خواهد کرد. این ادعا کاملا بی بنیاد است که از پاکستان ایده آمدن و در افغانستان می جنگد. این 40 نفر به راستی هم در کشته شده و کارت پاکستان هم از جیبشان برآمد. همه دروغ است. اینا با ملت خود دروغ می گویند چون اصلا به حقیقت و صداقت باور ندارند. این ادعا که در جنگ اخیر هلمند تروریستان بیرونی و پاکستانی حضور نداشتند واقعا شرم‌آور است. همه مردم افغانستان شاهد هستند که در جنگ اخیر هلمند برای 200 تن از تروریستان پاکستانی علیه مردم افغانستان و نیروهای امنیتی دفاعی ما جنگیدند. از دید حکمتیار نبود یک اجماع سیاسی و انحصار مذاکرات توسط حکومت باعث بنبست در روند صلح شده است. و آمریکا را در جنگ افغانستان ناکام می‌داند و می‌گوید واشنگتن به جز گزینه خارج کردن نیروهایش از افغانستان دیگر راهی ندارد. وضعیت آمریکا هم دست بریشی چی لوتلو نپرته بل بدیل نداره. در افغانستان به جگره که ناکام شوی، یقینا ناکام شوی. آقای حکمتیار در سفر چند روز قبلش به پاکستان با مقام‌های بلندپایه این کشور از جمله عمران خان نخست وزیر پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد. آقای حکمتیار میگوید حکومت کابل ادامه جنگ را میخواهد و طرفدار صلح نیست. تا لحظات دیگر. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رأی زود هنگام ترامپ برای ترامپ. اداره عالی بازرس ویژه کشور 19 تن از مقام‌های محلی و مسئولان ریاست سعدامه هرات را به اتهام حیف میل بیش از 30 میلیون افغانی پول بودجه کرونا به دادستانی معرفی کرده است. ریاست دادستانی هرات می‌گوید که در میان این 19 تن مقام‌های پیشین و فعلی هرات نیز شاملند. جزئیات بیشتر در گزارش. اعتراض در برابر معرفی مسئولان صحی هرات به اتهام حیف و میل پول بودجه کرونا در این ولایت. جامعه طبی هرات اینجا زیر یک سقف گرد آمده و معرفی چند تن از مسئولان صحت عامه و پزشکان به اتهام حیف و میل پول کرونا را یک دسیسه می خوانند و تاکید دارند اتهام های فساد و حیف و میل پول بر اداره صحت عامه بی اساس است. اگر رسیدگی نشه و یا یکی اینا به نحوه به سر از اینا بالاخره جزای تعمیل بشه، مسلمان که جامعه طبی استاد نمیشن و بالاخره به جان نمینشینن اقدام میکنن. اینمی خریداری دستگاه سیتیزکین به شفاخانه ایراد، ما حدث ما به یه که اساسیت برانگیز شده برای مرکز و آمدن بانجویی میکنن. امروز جمع کسیری از دکتر صاحبا به خاطر اعتراض به تصمیم اخیری که سارن ولی احتمالا کابل در مورد یک تن از چند تن از دکتر صاحبا ما در ولایت هرات گرفته جمع شدم. مورد مهم ادعای فساد در ریاست صحت عامه خرید یک پای سیتی اسکن با قیمت 30,800,000 افغانی به بیمارستان حوزوی هرات است که بر بنیاد گزارش اداره عالی بازرس ویژه در خرید و چگونگی قیمت آن فساد صورت گرفته است. با این حال مسئولان صحت عامه هرات با رد ادعای فساد در خرید یک پای سیتی اسکن میگویند که بررسی این قضیه از سوی افراد غیر متخصص انجام شده و آنان حاضر به پاسخگویی در این مورد با حضور افراد کار فهمند. بررسی مورد بررسی غیر تخصصی است و افرادی که در این پروسه آمدن بررسی بکنن، هیچگاه نالج و دانش نیازمندی تجهیزات طبی و در مسلک طبابت نداشتند. مسئولان ریاست دادستانی هرات میگویند که در پیوند به قضیه حیف و میل پول بودجه کرونا 19 تن به شمول والی پیشین و فعلی هرات، سه عضو شورای ولایتی همراه با رئیس و چند کارمند دیگر صحت عامه از سوی اداره بازرس ویژه برای پاسخگویی به دادستانی معرفی شدند. به شمول رهبری ولایت هرات، رئیس صحت عامه و از مستوفیات از شورای ولایتی
چندین نفر دیگه از دیگر ادارات هستند که در این قضیه به نظر به تحقیقاتی که اداره بازرس کرده و سارنولی مربوطه کرده یا در قضیه زی دخلند. جامعه طبی هرات ادعای فساد در اداره صحت عامه را یک توطئه سیاسی خوانده و هشدار می‌دهند در صورتی که در این قضیه تأمین عدالت نشود آنان دست به اقدامات بزرگتر اعتراضی خواهند زد. میزان ترانزیت کالا میان افغانستان و ایران افزایش یافته است. مقام‌های ایرانی می‌گویند که در 6 ماه اول سال بیش از 2,500 کامیون کالاهای بازرگانی را از راه افغانستان به آسیای میانه ترانزیت کرده که نسبت به زمان مشابه سال پار افزایش 17% را نشان می‌دهد. وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که روند انتقال کالاهای ترانزیتی کشور از راه بندر اسلام قلعه و همچنین نیمروز بیشتر شده است. تمیم شهیر جزئیات می‌دهد. ایران کالاهایش را از راه افغانستان با آسیای میانه صادر می‌کند، به ویژه ازبکستان و تاجیکستان. تازه‌ترین آمار که از سوی مقام‌های ایرانی نشر شده نشان می‌دهد که در 6 ماه امسال ایران 17% ورود کامیون‌هایش را به بندر اسلام قلعه و نیمروز افزایش دادند. در این دادستد بازرگانی و ترانزیتی افغانستان نیز روند انتقال کالاهای صادراتی خود را از راه ایران افزایش داده است. این روند در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 34% نسبت به زمان مشابه سال پار افزایش را نشان می دهد. به یک ماه گذشته بهتر بوده ترانزیت ما، از روزانه از 2 موتر شروع تا 40 موتر ما انتقالات داشتیم، ترانزیت داشتیم که الحمدلله به این ما هیچ مشکلی نداشتیم. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که ایجاد 2 دهلیز در غرب کشور میزان دادستد و ترانزیت را میان کابل و تهران بیشتر ساخته است و موترهای باربری کالاهای صادراتی کشور را با گذر از بندر اسلام قلعه و نیمروز به ایران و از این کشور به دیگر کشورها انتقال می دهد. ارزیابی های ماهی است که این کوریدورها به عنوان کوریدورهای موفق در منطقه بعد از این فعالیتشون گسترش پیدا میکنه. در حال حاضر هم بین ایران، افغانستان و ازبکستان تجارت و ترانزیت جریان داره که یک گراف سعودی را به خود گرفته در حال حاضر. ترانزیت در ولایت هرات رونق قابل ملاحظه یافته. فعالیت‌های ترانزیتی بین ایران، افغانستان، ایران و ترکمنستان در جغرافیای ولایت هرات نه تنها که سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی شده، بلکه فرصت‌های شغلی بیشماری به هموطنان عزیز نیز فراهم ساخته است. موترهای ایرانی کالاهای ترانزیتی خود را تا مرز اسلام قلعه انتقال می‌دهند و سپس این کالاها با استفاده از سیستم تیر توسط موترهای کشور با آسیای میانه انتقال می‌یابد. اما اتحادیه شرکت‌های بارچالانی کشور تأکید دارند که در بندر اسلام قلعه موترها به دلیل ازدحام ترافیکی روزها منتظر می‌مانند. در خود بندر اسلام قلعه نمال موترهای ما از 5 روز تا 7 روز متوقف می‌ماند به خاطر اینکه گمرک زمان کارش کم است و یک شعبه صدور ترانزیت T1 و T2 دارد. به او خاطر ما میرم خواهش کردیم از گمرکات که میره 2 شعبه بسازین، 2 مسیر بسازین، همین موترها متوقف نمان. رایاهن خافیرا در حال تکمیل شدن است که با تکمیل شدن این را میزان دادستد میان کابل و تهران چندین برابر افزایش خواهد یافت. این را گذشته از کاهش هزینه های ترانسپورتی کالاها را در زمان کم انتقال خواهد داد. شمار از عضوهای شورای ولایتی و باشندگان ولایت زابل از حضور فعال طالبان در شاهرای کابل قندهار در بخش های ولایت زابل نگرانند. آنها تاکید میکنند که گروه طالبان در این مسیر پازگاه ایجاد کردند و هر از گاه مسافران این مسیر را بازرسی میکنند. فرماندهی پلیس زابل هم ناامنی در شاهرای کابل قندهار در بخش های از زابل را میپذیرد و تاکید دارد که به دلیل مصروف شدن پلیس برای تامین امنیت قلات این مسیر ناامن شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا رای داد. ترامپ پس از رای به خبرنگاران از مسئول بودن روند آرا اطمینان داد و اعلام کرد که به فرد رای داده که نامش
ترامپ است. همزمان جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا هم در ایالت کلیدی پنسیلوانیا رأی خود را به صندوق ریخت. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.